چرا جزیره پاوگلیا یکی از نفرین شده ترین مکانهای دنیاست؟ با ما همراه باشید تا این جزیره مرموز را با هم بررسی کنیم. در دنیا مکانهای زیبای زیادی هست که با وجود همه جذابیتهایشان کسی حاضر به سفر به آنها نمی شود. بسیاری از این نقاطی که به صورت متروک رها شدن جزیره هستند و مردم به آنها به چشم جایی مخوف و ترسناک نگاه می کنند. یکی از همین جزیره ها در شمال ایتالیا قرار دارد و 200 سال است که مردم از ترس ارواح به آن نزدیک نمی شوند. مردم می گویند هر کسی به این جزیره نفرین شده برود یا می میرد و یا روانی و دیوانه می شود. اسم این مکان مخوف جزیره پاوگلیاست که یکی از نفرین شده ترین مکانهای دنیاست. جزیره پاوگلیا یکی از 166 جزیره کوچک در تالاب ونیز است که در آن سوی سواحل شرقی شمال ایتالیا قرار دارد. گذشته این مخوف این جزیره را ترسناکتر از همه نواحی ایتالیا کرده است. با اینکه در گذشته های دور اینجا جزیره شلوغ بود، اما حوادثی این سرنوشت تلخ و مخوف را برایش رقم زد. سرگذشت جزیره با قربانیان طاعون گره خورده است و این بیماری این جزیره را به این حال و روز انداخته است. مردم بومی به این جزیره جزیره ارواح میگویند، چون اعتقاد دارند که اینجا توسط ارواح نفرین شده است و با رفتن به آنجا ممکن است که گرفتار این ارواح شوند. با وجود تلاش‌های زیاد دولت، اما حدود دو قرن است که هیچ کس حاضر به زندگی در این جزیره نشده است. اولین اپیدمی طاعون که ایتالیا را گرفتار کرد در سال 1347 در سیسیلی اتفاق افتاد و تا سال 1348 به ونیز سرایت کرد و حدود نیمی از جمعیت ونیز در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. مردم ونیز از این اتفاق درس‌های زیادی را یاد گرفتند که باعث شد بتوانند این بیماری را مهار کنند. آنها از طریق مشاهده فهمیدند که این بیماری چگونه منتشر می شود و چطور مردم و کشتی ها بیماری طاعون را به این محل آوردند. مسئولان فهمیدند که افراد بیمار باید از مردم سالم جدا شوند. برای همین دو چاه بزرگ را برای نگهداری از اجساد در دو محل خارج از شهر در نظر گرفتند. تعداد مرده ها روز به روز بیشتر می شد و این دو چاه خیلی زود پر شدن. مسئولان که با پر شدن زود این دو چاه نگران شده بودند، تصمیم گرفتند تا برای کنترل تعداد مرده ها آنها را به دو جزیره اطراف منتقل کنند. در اوایل دهه 1400 ونیزی ها بیمارستانی را درست کردند که مخصوص قرنطینه افراد بیمار و یا مستعد بیماری بود. اولین محل قرنطینه در یکی از جزیره های کوچک تالاب به اسم لازر تو باسچیو درست شد، به طوری که در هنگام کندوکاو این جزیره باستانشناسان حدود 1500 اسکلت را از درون چاه‌های بیرون آوردند که قربانیان طاعون در گذشته در آنها دفن شده بودند. کارشناسان معتقدند که همچنان هزاران اسکلت دیگر در این جزیره دفن هستند. در اپیدمی‌های بعدی که در دهه‌های 1570 و 1630 اتفاق افتاد، جزایر زیادی مثل جزیره پاوگلیا به محلی برای قرنطینه و دفن اجساد طاعونیان تبدیل شدند. در آن زمان کرجی‌های مخصوص حمل افراد و اجساد به این جزیره در نظر گرفته شده بود و هر کسی که کوچکترین نشانه‌های مشکوکی از بیماری داشت به سرعت از خانواده‌اش جدا و به زور به این جزیره منتقل می‌شد. آنها در این جزیره به مدت 40 روز در قرنطینه می‌ماندند تا اینکه بمیرند. البته در موارد نادری هم خوب می‌شدند. در آن سال‌ها هزاران نفر در این جزیره دفن می‌شدند تا از انتشار بیشتر بیماری جلوگیری شود. در سال 1777 دولت تصمیم گرفت تا از این جزیره کشتی‌هایی که از کشورهای دیگر به سمت ونیز می‌رفتند را کنترل کنند تا اگر نشانه‌ای از بیماری پیدا شد آنها را قرنطینه کنند. هر کشتی و یا قایقی که به سمت ونیز می‌رفت تحت بازرسی‌های سختگیرانه قرار می‌گرفت تا اقدامات پیشگیرانه‌ای در جهت این بیماری انجام شود. در دهه 1790 نمونه‌هایی از بیماری طاعون در دو کشتی پیدا شد. برای همین جزیره پاوگلیا بار دیگر به مدت 10 سال به محلی برای قرنطینه تبدیل شد تا اینکه در اوایل دهه 1800 بیمارستان قرنطینه بسته شد. اما اتفاق‌های مخوف این جزیره
جزیره با تمام شدن اپیدمی طاعون هم تمامی نداشت. در اوایل دهه 1920 بود که دولت تصمیم گرفت از این بیمارستان برای نگهداری بیماران روانی استفاده کند. با گذشت زمان داستان‌های ترسناکی درباره شکنجه این بیماران و انجام آزمایشات عجیب بر روی آنها به بیرون درس پیدا کرد. بعضی‌ها می‌گفتند دکتر این بیمارستان مجبور به خودکشی شد تا از مسئولیت‌هایی که بر عهده‌اش بود فرار کند. بعضی‌ها هم اعتقاد داشتند که ارواح کسانی که این دکتر آنها را شکنجه داده بود، این مرد را به دام انداختند، به طوری که تنها راه فرار او خودکشی بود. کارکنان این بیمارستان و بیماران در نهایت در سال 1968 این محل را ترک کردند و هیچ کسی در این ساختمان نماند به جز ارواح افرادی که در اثر شکنجه مردند. امروز ساختمان این بیمارستان با گذشت زمان کاملا متروک و خراب شده است. دولت در سال 2014 تلاش کرد این جزیره را به مزایده بگذارد، اما تنها رقمی که برای آن پیشنهاد شد 704,000 دلار بود، تا زمانی که دوباره عده‌ای برای زندگی و کار به این جزیره برمند. اینجا همچنان به عنوان مکانی ترسناک و تسخیر شده شناخته می شود. خب دوستان، ممنون که تا آخرین برنامه با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و در آخر اگر از دیدن این برنامه لذت بردین، حتما برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که برای دیدن برنامه‌های جدید ما این سفر رو دنبال کنید.